سرنوشت هر انسان یا هر جریان یا هر مقاومتی رو اون لحظات انتخاب و تصمیمه که تعیین تکلیف میکنه. به طور واقعی من خودم در پروسه این سالهایی که در کنار در درون مجاهدین هستم، به عنوان یک مجاهد لحظات انتخاب خیلی زیادی داشتم. تو هر سرفصلی اون انتخاب بود که مسیر بعدی من رو تعیین تکلیف کرد. میخوام یه مثال بزنم. اگه برگردیم به مثلا حدود 31 سال پیش، در سال 62 که من دستگیر شدم و بعد از دستگیری فرار کردم از دست دشمنان رژیم، اون هم باز یک لحظه انتخاب بود. ماجرای زندان به این صورت بود که در سال 62 ما در جریان فعالیت هایی که اون موقع با هستای مقاومت میکردیم، طبعا کارهای مختلفی میکردیم، از کار تبلیغاتی تا افشاگری هایی که تو اون شرایط به اصطلاح در دسترس امکاناتمون بود و اون کار انجام میدادیم. رژیم و مزدورانش به طور خاص، اطلاعات دادستانی که تازه شکل گرفته بود، اونا هم به شدت فعالیت میکردن در بین خانواده های هوادارا که بتونن یه جاپایی پیدا کنن. در نتیجه من توی یک به اصطلاح قراری که با یه هسته‌ای داشتم، تو اون قرار با مواجه شدم یک مرتبه با صحنه‌ای که مزدوران رژیم اومده بودن و قصد دستگیری رو داشتن، که در اونجا یک تعقیب و گریزی ما داشتیم که تا به اصطلاح منجر شد به دستگیریم در توسط نیروهای اطلاعات دادستانی اوین. موضوعم از رفتن سریع قرار بود که توی امیرآباد شمالی قراری داشتیم که من رفتم سر قرار، اونجا متوجه شدم که فضای مدار مشکوکه. بعد قرار نیمه تموم گذاشتم، سوار ماشین شدم که از منطقه خارج بشم، متوجه شدم که منو تعقیب میکنن. تا رسیدیم به سر چهارراه اتوبان جلال آل احمد، ولی نمیدونم اسم الانش چیه، ولی اونجا یه توقف کوتاهی کردم، دیدم پشت سر ماشین یه ماشینی با چهار نفر، اونام توقف کردم، به سمت پیاده شدن از ماشین به سمت من حرکت کردن. من اونجا میدونم مشکوک شدم سر این موضوع که دیگه وسط، در حالی که چراغ قرمزم بود، دیگه با حد اکثر سرعت زدم از این اتوبان به اون سمت که نزدیک بود دو سه تا تصادف همین وسط پیش بیاد، که بعد دیگه افتادم تو خیابون امتداد همون امیرآباد شمالی به سمت جنوب که رفتم تو کوچه پس کوچه. این تعقیب و گریز توسط من به اضافه این موضوع ادامه داشت تا اینکه رسیدیم به پادگان جمشیدیه. جلوی پادگان جمشیدیه ماشین جلوم پیچید که دیگه من نمیتونستم از خیابون ادامه بدم، کشیدم به پیاده رو، رفتم به سمت در پادگان، یه ماشین دیگه هم اونجا زد به ماشین، هم دیگه ماشین متوقف شد. به محض اینکه متوقف شد، یه 4-5 نفر ریختن سرم، خلاصه اونجا به سرعت دستبند و کتککاری شروع شد تا اینکه منتقل میکردم به اوین. تو این پروسه من خودم همش دائما در این فکر بودم که موضوع چی بود، از کجا یه همچین داستان اتفاق افتاد، که توی راهروی طبقه دوم دادستانی بود که بعدم فهمیدم اونجا دادستانی، چون اول نمیفهمیدم. طبقه دوم تو راهرو نشسته بودم که صدای پای یه تعداد از این نفرات اومد، بعد یه دفعه با یه لگدی از جا بلند شدم که گفتن که ببرینش تو اتاق. رفتم توی اتاقی، دیگه هر روزم چشمن داشتم اونجا، دیگه مثل بدون این که مقدماتی فراهم بشه شروع کردم اول به
به قول خودشون به فوتبال، یعنی مستمر از چپ و راست زدن. بعدش هم دیگه کم کم کابل رو بردن دیگه به سر صورت و بدن و اینا کابل میزدن. تقریبا یه نیم ساعت 45 دقیقه طول کشید که دیگه این شیوه شون عوض کردن، گفتن تخت رو بیاریم. تخت رو بردن که دیگه شکنجه شروع کردن. شکنجه شون هم اول از کابل شروع شد که دو نفر یکی سمت چپ یکی سمت راست وای میستاد، به قول خودشون به صورت آهنگری این کابلا رو به کف پا میزدن. تقریبا یکی دو ساعت گذشت دیگه هر کابلی که به پا میزدن اولا من دیگه از هوش میرفتم، دیگه نمیتونستن ادامه بدن. بعد آب میوردن میریختن سرم، منو به هوش میوردن که تا رسید به همین اذان صبح دیگه اون ساعت گفتن آقا جی الان دیگه تعطیل کنیم بریم برای فردا. که به این ترتیب بود که من از تخت باز کردم، تنابا رو باز کردن، دیگه حالت دیگه کامل دیگه افتاده بودم. دیگه دو نفری زیر بغلم گرفتن آوردن پشت در همین اتاق بازجویی، تو راه روی همون به اصطلاح دادستانی بود. اونجا تو مسیر راه رو از این شوفاژای دیواری وجود داشت که دستبند من رو با دستم و دستبند زدن به شوفاژ همین رادیاتور و دیگه ول کردن. و تو اون پروسه ای که اینا رفتن کم کم دیدم مثلا توی همین راه رو تعداد نفرات دیگه هم هستن، به همین صورت دستبند زدم به رادیاتور. معلوم بودی که تو روبروی همون محل اتاق شکنجهگاه متعددی وجود داره که هر کدوم از این مجاهدین رو تو دستگاه به اصطلاح شکنجه میخوان به اعتراف وادار کنن. حتی نفراتی که مثلا نظافتچی اونجا بودن، صحبای نظافت، این نظافتچی هم که رد میشد با اون ته و جارویی که داشت هر کی رو که گیرش میومد یا به نزدیکش میرسید میزد. مثلا من در حال زیر چشمم داشتم نگاه میکردم به یک از این بچه ها، یک از همین مجاهدینی که دستگیر شده بودن که دستبند زده بود، این به دلیل شدت شکنجه کرده بودن ناله میکرد. این وقتی رسید بهش آنچنان با همین به اصطلاح دسته ته بهش زد، دسته همین جارو، که این بنده خدا دیگه ساکت شد. بعد داشتم همین فکر رو میکردم که چرا داره این کار رو میکنه، دیدم دو تا پشت سر هم به سر خودم خورد. بعد متوجه شدم که اینا اصلا کارشون همینه، اصلا روش کارشون همینه. که دیگه این گذشت دیگه. بعد سری بعدی که بردن برای بازجویی، این بار تم بازجوییشون عوض شده بود. دیگه یکی اومده بود خلاصه اظهار چیز میکرد، همدردی میکرد که کی این کار کرد، چرا این کار کردن. بعد من گفتم که از دیشب که اومده اصلا معلوم نیست به چه دلیل من دستگیر کردم، بعد دارن شکنجه میکنن، این همه من رو زدن. و گفت که نه، این اونا شکنجه نکردن، تقصیر خودته. گفتم چجوری تقصیر خودمه؟ گفت برای اینکه آخه تو اون چیزایی که اینا میخوان بهشون نمیدی، تو باید اون حرفا رو بزنی. خب دیگه این کار نکنن، اگه میخوای ادامه پیدا نکنه خب نبایستی مثلا بگی نه. گفتم آخه چی رو بگم؟ آره. بعد فهمیدم که اینم از به اصطلاح از همپالگی خودشونه، منتها در دنیای اون موقع مثلا فضایی که داشتن فکر میکردم که خب اینا دیگه الان به اغنا رسیدن که اطلاعاتی من ندارم و دیگه ول میکنن. بعدی فهمیدیم که بابا این موضوع به اصطلاح سیکل جدیدشونه. یه دو سه دقیقه گذشت، بعد گفت که من حتما باید برم یه دکتر بیارم که وضعیت پایتو رو پانسمان کنه، بعد نمیدونم مسائل حل و فصل کنم. بعد اون یه نفر آورد، گفت که این امدادگر رو نمیدونم چیه. بعد اون نگاه کرد، گفت که این بهش گفت که این تابلایی که زده، چون تابلای خیلی بزرگی خونی زده بود به کف پاهم، گفت این تابلا رو خارج کن. که اون مرگش گفت که این تابلا اگه خارج بکنیم این ممکن عفونت بکنه بدتر بشه. حالا من تو ذهنم این بود که واقعا میخوام معالجه کنم، ولی فهمیدم که اینا به این دلیل این تابلا رو نکشیدن که اگه عفونت کنه دیگه نمیتونن شکنجه کنن. که دیگه گفت خب باشه تمام، این رفت. این نیم ساعت بعد دوباره دیدم همون اکیپ شب قبل اومدن. اینا هم شروع کردن، اولش گفت که شنیدم که دکتر اومد فلان اومد، ما میشه حرفی نزد. بعد شروع کرد به این که چرا داری با جوانیت بازی میکنی، مثلا بیا همکاری کن، ما چیز زیادی از تو نمیخوایم، هر چی که میدونی بگو، کجا بودی، کارت چیه، با کی ارتباط داری، با کی ارتباط نداری، بعد از این وضعیت خلاص بشی، چون در غیر این صورت انقدر تو رو میزنیم
که بعد معلوم نباشه که جسد تو رو چجوری ببرن بندازن توی یه جایی که اصلا هیچ کس خبردار نشه چی به چیه. که بعد من گفتم که مگه من چیزی دارم که باید به تو بگم یا مثلا حرفی دارم؟ تو وقتی که از اول شروع کردی به زدن یه چه چیزی بین من و تو وجود داره؟ که از اینجا این دوباره اصلا دستگاهش به هم ریخت، دوباره شروع کرد گفت دوباره تخت بیاریم، دوباره تخت آوردن، دوباره همون بساتی که دیشب داشتن تقریبا تا نزدیک حوالی ظهر این ریل ادامه دادن. ظهر قطع کردن، تو این فاصله هم یه تعدادی رو میوردن برای شناسایی، مثلا میگفتن این کیه، اونا هم مثلا با صدای بلند یه اسمی میگفتن که بعد من میگفتم ببین تو همونی هستی که انکار میکنی، تو همونی. خلاصه از این وضعیت گذشت و دیدن که دوباره هی هر بار که بزنن دوباره بیهوشی و اینا هستش، دیگه از اون حالت ولم کردن، آوردن نشوندن جلوی پام. بعد از اونجا بر روی کارت شناسایی مینا شروع کردن به تماس گرفتن، تماس گرفتن با بابل و قائم شهر و اونجا که ببینن هویت من چیه، چون من توی کارتم که نوشته بود بابل، سپاه بابل که نمیشناخت ولی قائم شهر شناختن. بعدن فهمیدن که به هر حال من مربوط به اون خطه هم. که دیگه گفتن که خب بس اگه اینجوری ما امروز فردا این رو برای شما ارسال میکنیم بسته رو. تو دستشوی اول که خودم تو آینه دیدم نشناختم، چون تمام سر و صورت هم دیگه تغییر کرده بود، همه صورت هم دیگه ورم کرده بود، دیگه کابلایی که زده بودن دیگه همه گوشه چشم و مثلا سرم و مثلا گونام اینا ورم کرده بود. بعد پاهامو دیدم، دیدم اصلا وحشتناک، این پا اصلا سایز پاش کلا ازش فرماسیونش عوض شده. بعد دیدم همه جای بدنم درد میکنه، دیگه هر کاری کردم نتونستم مثلا حتی بشینم. که بعد وقتی که مو وهله اول، وقتی که خون دفع کردم، خودم مثل انگار یه شیلنگی آدم بگیره، مثل شیلنگ خون بود دیگه، همش خون. مثلا یه بار دو بار دیدم خیلی چیزه، همش تو این فکر بودم که دیگه اینا اینجا این لحظاتی بود دیگه، یاد به اصطلاح چیزهای قبلی افتادم. مثلا در همون مدتی که اونجا بودم یاد شهید رضا رضایی افتاده بودم، که یکی از به اصطلاح چیزایی که خاطراتی که همیشه در تمام پروسه زندگی بهم انگیزه میداد اون کاری بود که رضا رضایی کرده بود. تو ذهنم این بود که چجوری میشه از دست اینا فرار کرد، اصلا چه شرایطی میشه. بعد خیلی وقتا به ذهنم میومد که دیگه اوین با این وضعیت که اصلا نمیشه فرار کرد، تا اینکه از اونجا اومدم دوباره بردم بیرون، توی چیز نشستم تو همون به اصطلاح راه رو، تو همون راه رو هم که دوباره دستمند زدم به چیز، به همون رادیاتور، مرتب داشتم به این موضوع فکر میکردم. ساعت پنج و نیم بود که من صدا زدن، گفتن که بلند شو باید بریم. حالا اصلا نمیستم کجا باید بریم، چی هست چی نیست. حالا ظاهرن داشتن خونه امنی ببردن، کجا ببردن که باید انتقال بدن. از دروازه اوین که خارج می‌شدین دیگه ششمندم رو از بعد از دروازه اوین باز کردن که تو خیابون دیگه دیده نشه، عادی بشه. تو خیابونم ظاهراً یه مسیر ویژه اینا داشتن که به سرعت از یه لاین دیگه ای که مخصوص همین به سر عبور و مرور اینا بود، از تمام ترافیک اینا رد می‌شدن تا رسیدیم به منطقه سرچشمه. اون منطقه رو سرچشمه ترام و منطقه رو می‌شناختم، چون زیاد اونجا رفت آمد میکردم من تقریبا میشناختم. من بردن توی خونه‌ای که شبیه کاروان سرامانند بود، که مثلا یه حیاط داشت، بعد یه حجرهای مختلف داشت مثل آبانبار زیر زمین، بعد خالی هم بود، یعنی کسی هم توش نبود. که بعد رفتیم توی اتاقی، اونجا نشستیم، اونجا منتظر ببینم یه تلفن میزدن، خلاصه رفت و برگشت تلفنشون بود. که بعد تقریبا یک ساعت و نیم گذشت، هوا دیگه کم کم تاریک شده بود. بعد دوباره زنگ زدم به اینا، گفتن که برگردیم، حالا چه فلان فلان صورت گرفت دیگه، اینا گفتن برگردیم دیگه. اینا می‌خواستن منو برگردونن، حالا یا می‌خواستن منتقل کنن، کجا می‌خواستن برن. که توی اون لحظه آوردن من توی تقریبا یه طبقه دومی بود، منتها یک
طبقه دوم نه اینکه مثلا یه طبقه اول که همکف بود، طبقه بعدی که طبقه دوم محسوب میشد. اونجا من از راه پله که برم بیام، چون دیگه راه نمی‌تونم برم به طور واقعی، دوباره تلفن که زنگ زد اینا رفتن تلفن رو بردارن. من تو یک فاصله ای مثلا شاید بگم از در اتاق مثلا 4 متر با اینا فاصله داشتم. بعد روی راه پله نشسته بودم، در لحظه به ذهنم زد که خب این مسیری که داریم میریم که مسیر مشخصیه، مثلا خب یه زندان، بعدش هم شکنجه و اعدام و همینا. گفتم خب چرا من دست به هیچ اقدامی نزنم. اونجا یه لحظه بود که به طور واقعی حس کردم یه چیزی تو یه ندایی به من داده شد که خب بلند شم. من در لحظه بلند شدم، بعد دیدم اصلا نمیتونم رو پاهم وایستم، دوباره نشستم. بعد بهم گفتم انگار که مثلا یه چیزی تو درونم میگه ببین آخرین فرصته دیگه. اون لحظه همه چیز رو به قول معروف به پیر پیر و به تن خودم مالوندم. گفتم دیگه مشخصه که من برم دوباره ادامه این داستان شب گذشته چی هست. دیگه اون لحظه گفتم که اگه من درم از فرارم بکنم، هر اتفاقی بشه دیگه تحقیقاتش با تیر میزنن که دیگه از این وضعیت در میام. دیگه اون لحظه تصمیم گرفتم بلند شدم، شروع کردم به دویدن. فاصله پله رو به سرعت روی چیز اومدم، من همینجور سرسران اومدم پایین پله، خودم رو از این دیواره گرفتم، بلند شدم تو حیات. تو حیات دویدم، حیات خوشبختانه تاریک بود چون هوا تاریک شده بود. و به محضی که اومدم دم در حیات میخورد به کوچه همون مثلا خیابون اصلی سرچشمه، دیگه مغازه بود و ملت رفت آمد میکردن. تو این فاصله ظاهراً اینا مشغول تلفن بودن، متوجه هم نشدن دیگه، چون فکر هم نمی‌کردن که مثلا بتونم بلند شم، مثلا بتونم راه برم، مثلا بتونم تصمیم بگیرم، یا مثلا بخوام یه اقدامی بکنم. دیگه من به سرعت اومدم تو در حیاط، باز کردم اومدم تو خیابون. جلوی یه موتور سوار گرفتم، یه موتور سواری بود که ریشو بود، کاپشن کمیته هم تنش بود. خودم اول تردید کردم مثلا سوار شم سوار نشم، بعد دیگه پریدم ترک موتورش. این من گفت کجا بخوایی بری؟ گفتم الان برادرم تصادف کرد تو میدون بهارستان، اونجا وضعیتش خرابه، من فقط میخوام برم ببینم چه خبر. بعد اینم با موتور اومد. یه جایی هم خودم حس کردم این خودش یکمی دیگه گفت مثلا چرا با این سر و وضع. بعد دیگه نمیدونم حالا چه فعل انفعالی اتفاق افتاد، دیگه این من سر خیابونه، گفت من دیگه میرم به سمت بالا، دیگه بهارستان از این ور. دیگه من پیاده شدم دیگه. وقتی که از موتورش پیاده شدم، باز دویدم وسط خیابون، نمیتونم رو پام وایسم. دیدم وسط خیابون جواب نداره. خلاصه کشون خودم رو آوردم کنار خیابون، سر درست پشت همین کمیته مرکز، کنار ساختمان مجلس بهارستان. اونجا وایسادم کنار آدمای دیگه که منتظر ماشین بودن، که دیگه جلوی چند تا ماشین گرفتم، یکی دو بار آدما ترمز زدن، یه نگاهی به من کردن، ادامه دادن رفتن. فقط رسید به یک وانتباری که داشت می اومد، دیگه جلو اونو گرفتم، به محضی که وایساد دیگه نذاشتم نگاه میکنه، در ماشین باز کردم سوار ماشین شدم. بعد گفت آقا کجا میخوای بری؟ گفتم تو هر مسیری که بری من باید میام. بعد گفت که نه من الان کارم از صبح تا الان داشتم دنبال کار میام، من الان میخوام برم خونه، خونه اون پایینه. گفتم اشکال نداره، از این همین دو تا کوچه پایین ترم بری قبول میکنم. که دیگه بعد برگشت گفت که چرا تو اینقدر عجله داری؟ بعد گفتم که آخه من یه اتفاقی برام پیش اومده که باید حتما برسم به اون محلی که الان مورد نظرمه. که بعد شروع کرد به بی مقدمه به فوش دادن به نظام و که آقا اصلا این مملکت مملکتیه که از صبح تا شب داریم سگدو میزنیم به هیچ جا نمیرسیم، بعد نمیدونم هرچی هم خنسیه به طور ما میخوره. خلاصه از این حرفا داشت میزن. که بعد من فهمیدم این رژیمی نیست دقیقا. که بعد بهش گفتم که ببین داداش، من از بچه های مجاهدینم، از زندان در رفتم، اگه من از این منطقه خارج نکنی دنبال منه، اگه خارج نکنی دوباره منو میگیرن. بعد این یه دفعه مثل برگرفتار شد، بعد برگشت بهم گفت جدی میگی؟ گفتم آره. بعد شروع کردم
پاهم بهش نشون دادم، چون پابرنم بوده میشم پاهم نبود، پاهم بهش نشون دادم، بعد صورتم رو بهش نشون دادم، بعد دست و بدن و اینا رو که بهش نشون دادم خیلی به هم ریخت، خیلی منقلب شد. گفت ببین من اول فکر کردم که تو معتادی با این سرابز جوریده و سر صورت، گفتم این الان یه آخر شبی هم یه آدم به تورم افتاده، معتادی به تورم افتاده که معلوم نیست که به اصطلاح چی میشه عاقبت کارمون، بعد نمیدونستم که اینه. که دیگه شروع کرد به تعریف و تمجید از مجاهدین، اینکه آقا تنها امید ما همینان، اگه اینا نباشن خمینی نمیدونم این مملکت رو از بین میبره. خلاصه خیلی سمپاتی نشون داد. من وقتی اینو شنیدم واقعا احساس خیلی خوشحالی و شادی کردم، گفتم خدا رو شکر که بالاخره یک نقطه به اصطلاح به یکی بس شدم که بتونم از منطقه خارج شم. یکی بعد از اونجا از من پرسید که کدوم آدرس میخوای بگی. من خیابون نیروی آدرسی داشتم، خونه یکی از این هوادارهای دور بود، که گفتم منو ببره اونجا. که دیگه این گفت باشه من امروز هر کاری کرده باشم باید بیام امروز تو اینجا از این منطقه خارج کنم. بعد شروع کرد رفتم به تو کوچه پس کوچه ها، گفتم این کوچه پس کوچه ها میرید به ترافیک جای بر نه، گفت نه این منطقه کاملا من میشناسم از اینجا میریم که به هیچی هم بر نخوره. که دیگه ما از دیگه این وسط کار کلی هم تعارف میکرد، میگفت که اصلا بیا بریم خونه خودمون. بعد میگفتم که نه خونه شما نمیتونم بیام. بعد گفت نه اونجا یک چند نفر هستن دوستام، اینا هم هوادار مجاهدینن، بیا بریم خونه اونا، اینا هم قبلا هم توی مثلا چند سال پیش فعالیت میکردن، الان تو رو ببینن کمکت میکنن فلان. گفتم نه، تشکر کردم ازش، گفتم نه ببر من توی این آدرس، چون من بیشتر دنبال این بودیم که خلاص این داستان دستگیری ما، این داستانی که به صلاح ضربه خوردیم کجا بود، چی بود موضوع که دفعه اینا سر در آوردن از این قضیه. که خلاص این ما رو برد به اون آدرس رسوم، رسیدیم سر کوچه. من دیگه چون میدونستم کجاست بهش گفتم تو دیگه از اینجا نیا، تو دیگه برو، دیگه من خودم میرسونم. گفت باش. بعد دیگه یه مدت گذشت، من تقریبا حدود 40 50 متر به اون خونه نزدیک بود، تمام دیگه کامل تاریک شد و خیابونم خلوت بود. بعد خودم از کنار دیوار دیوارا رو گرفتم، به تدریج رسیدم به در اون خونه. قبل از اینکه به در برسم دیدم پشت سرم صدا دید، این برگشت اومد. که بهش گفتم که چرا تو اومدی، من نخواستم زحمت بدم. بعد دست کرد دو جیبش، گفت این تمام درآمد امروز منه، الان من میدونم تو این وضعیت مثلا هیچی نداری، حداقل این پولو داشته باش که من چیز کنم، من خیالم و وجدانم راحت بشه. که من خیلی ازش تشکر کردم، گفتم بابا تو همین کاری که برام کردی خیلی کار بزرگی بود، نه این پیشت بمونه من مسئله پولم حل میکنم. هر کاری کردم قبول نکرد، گفت که این پولو بگیر. که دیگه من گفتم همشو نمیگیرم، یه مقدار گرفتم، بعدن دیدم 300 تومان ازش گرفتم بنده خدا، تو اون شرایط به اصطلاح اقتصادی و وضعیتی که قرار داشت. خلاصه این کمکی به من کرد، گفت ببین من با این کمکی به تو کردم وجدانم امروز برای سالها راحته، که حداقل تونستم یه کاری رو برای به اصطلاح مجاهدین که همه هستی و زندگیشون رو گذاشتن برای مبارزه با خمینی کرده باشم. که دیگه اونجا باش روبوسی کردیم و خداحافظی کردیم و رفت. الان تقریبا یک سالی گذشته از این داستان، که انشالله هر جا باشه بتونه به اصطلاح زندگی خوبی داشته باشه. در اصل من اونجا دیگه رفتم تو خونه این هوادار، که دیگه هوادار بودن دیگه، دیگه نشستیم اونم بار دیدم با این وضعیت تعجب کردن و خلاصه رسیدی کردن دیگه. دیگه بعد از اونجا زنگ زدم به جایی که به اصطلاح شمارش داشتم، دیگه اطلاع دادیم که وضعیت به این صورته. حالا برای اینکه بتونیم به اصطلاح از این وضعیت در بیایم، همون شب دوباره زنگ زدم به خونه یه هوادار دیگه، اونا هم دیگه ماشین آوردن، دیگه از اونجا جابجا شدم. دیگه رفتم تو خونه دو همون ملاهایی که جزء به اصطلاح سمپاتا و هواداران مجاهدین بودن، که دیگه کمکم کردن تقریبا. بعد یه دکتر آوردن، دکتر جراح آورده بودن، متخصص آوردن، خیلی مثلا کار کردن، از کمکایی که به لحاظ درمانی کردن تا دارو و اینا تا محل اصطلاح استراحت و جایی که بتونم کارام بکنم. که دیگه بعد از اونجا من دیگه ارتباطم با بقیه به اصطلاح مجاهدین بس کردم، دیگه در به اصطلاح چی بودم، به قول معروف دنبال راهی بودم که بتونم از این به اصطلاح وضعیت و شرط خلاص بشم. که دیگه تقریبا دو سه ماهی به همین وضعیت طول کشید تا من اصلا وزن بهبود پیدا بکنه. اه
به طور واقعی اگر من بخوام حرف به اصطلاح درون خودم رو خیلی ساده و روشن بگم، در درون مجاهدین هر روزش انتخابی برای مبارزه بیشتر و جانفشانی و فداکاری بیشتر وجود داره، چون صفت و کلمه مجاهد به اصطلاح عنصریه که به غیر از جنگیدن و به غیر از فدا کردن و به غیر از همه چیز رو برای بیرون از خود خواستن و خود را در این مسیر خلاصه قرار دادن نیست. به همین خاطر روزی هم که به ارتش آزادبخش پیوستم، اون روزی بود که خیلی خدا رو شکر کردم که همچنان مجاهدین به عهد خودشون به خدا و خلق وفادار موندن تا به امروز و تا زمانی که ریش و ریشه این رژیم رو نکنن و این رژیم رو سرنگون نکنن، دست از مقاومت و مبارزه‌شون بر نمی‌دارن.